شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم همراه هستیم. آقای مدرس، شما درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل چه فکر میکنید در شرایطی که بسیاری از خبرها و شواهد نشان دهنده این است که تهران قدری رویکرد محتاطانه تری در پیش گرفته، اما همزمان احتمال حمله گسترده حزب الله افزایش پیدا کرده؟ وقتتون بخیر خانم شیرازی گرامی. ببینید، ما وقتی که یک حمله رخ میده، یک عملیات خرابکاری انجام میشه، برای اقدام تلافی جویانه یک پنجره محدودی داریم که این پنجره با گذشت بین 48 تا 72 ساعت بسته میشه و عملا پاسخی که بعد از این مدت زمان داده شه دیگه از نظر بین المللی و از نظر حقوق بین الملل یک اقدام تلافی جویانه تلقی نمیشه، بلکه میتونه یک اینیشیتیو یا یک آغازگر و یک شروع کننده یک جنگ باشه. مسئله که پیش از هر چیز باید به اون توجه کنیم اینه که جمهوری اسلامی این پنجره باز واکنش رو از دست داده تا این لحظه. داشت سعی میکرد جمهوری اسلامی که به نوعی تمام تمرکزش رو روی این بذاره که در دو جلسه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد و جلسه دیگری که در جده جلسه سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد، بتونه بیشترین امتیازات ممکن رو از ایالات متحده و از کشورهای اروپایی و حتی از کشورهای منطقه به نوعی بگیره، برای اینکه یک پاسخی رو به اسرائیل نده، یک پاسخ حالا به قول خودشون سهمگینی به اسرائیل نده و بخواد یک پاسخ کنترل شده ای داشته باشه. ولی وقتی که نگاه میکنید چه به روند آنچه که در شورای امنیت گذشت، چه وقتی نگاه میکنیم به آنچه که در جده گذشت، کشورها در عین اینکه تلاش کردن نه جهت حمایت از جمهوری اسلامی بلکه جهت حفظ منافع ملی خودشون تا حدی با جمهوری اسلامی همراهی کنن، اما حاضر به باج دادن به جمهوری اسلامی نشدن. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی اون امتیازاتی که میخواست رو به دست نیاورد و از نظر منطقه‌ای با یک واقعیت روبرو شده که اگر بخواد واکنشی داشته باشه که منجر به تلفات بشه، اسرائیل ممکن واکنش بسیار شدیدتری رو نشون بده. این احتمال وجود داره که بعد از انتشار این بیانیه که اون خواسته های جمهوری اسلامی رو برآورده نکرد، اونها به سمت یک گزینه نظامی محدود پیش برن. آقای مدرس، اجازه بدید که در وقت محدودی که داریم به تاکید مقام عالی ارتش اسرائیل بر هدف قرار دادن سنوار هم بپردازیم. چقدر مقام جدید سنوار ترورش رو محتمل‌تر می‌کنه و فراتر کشته شدن احتمالی او یا دیگر مقام‌های ارشد حماس چه تأثیری بر روند جنگ در نوار غزه و تحول و تأخیر در منطقه خواهد گذاشت؟ خب میشه گفتش که در داخل سیستم اطلاعاتی اسرائیل یک جوخه مرگ وجود داره به نام جوخه کیدون یا سرنیزه، و وقتی که اسامی یک لیستی تهیه میشه از افرادی که سعی کردن به کشور اسرائیل و به مردم اسرائیل آسیب برسانن و روی این لیست قرار میگیره، دیگه خیلی تفاوتی نداره که این افراد بخوان ارتقایی داشته باشن از نظر موقعیت یا نه. از نظر دولت اسرائیل این افراد باید حذف بشن. یحیی سنوار یکی از افرادی هست که روی این لیست قرار داره، اما حذف سنوار در حالی که به رهبری سیاسی حماس رسیده میتونه ضربه بزرگتری برای حماس باشه و اون کورسوی امیدی رو که داره که یحیی سنوار بتونه یک بار دیگه به بازسازی حماس بپردازه از بین خواهد رفت. بعد از یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، محمد زیف، عیسی مروان، کسانی که اسرائیل حسب اونها شریک بوده، حماس جایگزینی این چهره ها براش بسیار بسیار سخت خواهد بود. اینها کسانی هستند که از ابتدای تشکیل حماس در اون حضور داشتن و نبود اونها ضربه بسیار مهلکی برای حماس خواهد بود. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه هستیم. بابک، گزارش ها در ارتباط با احتمال حمله ایران به اسرائیل چه میگن؟ تازه چه هست؟ فریبا، مقامات اسرائیلی میگویند که اونها میدونند که از نظر جمهوری اسلامی همه گزینه‌ها روی میز هستش و برای همین هم برای هر سناریویی خودشون را
آماده میکنن و یکی از سناریوهای این هستش که اصولا شاید جمهوری اسلامی پاسخی نشون نده و یا یک پاسخ سمبولیک نشون بده به خاطر فشارهایی که از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها بر جمهوری اسلامی وارد شده. در کنار اون این مقام میگوید که جمهوری اسلامی زمان داره و صبور هم هستش و به نظر میاد که عجله‌ای هم برای تصمیم گیری نداره. اما برخلاف جمهوری اسلامی در مورد حزب الله وضعیت واضح‌تر هستش فریبا، زیرا در اسرائیل کاملا روشن هست که حزب الله پاسخ خواهد داد و عملیاتی گسترده تر از هر چیزی که از ابتدای جنگ تا کنون انجام داده را انجام خواهد داد. اهداف هم مشخص هستش و بستگی داره که حزب الله لبنان تا چه حد بخواهد این ریسمان را بکشد. ارزیابی های فعلی در اسرائیل نشون میده که حزب الله نمیخواد که از قواعد بازی ارتش در مقابل ارتش خارج بشه و سعی میکنه که به اهداف نظامی حمله بکنه. با این حال حتی تلاش برای حمله نظامی به یک هدف نظامی در مرکز اسرائیل، در اینجایی که من هستم، یعنی در حومه تل آویو، در خود تل آویو، و اینکه به غیر نظامیان آسیبی برسونه خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل واکنش سختی نشون خواهد داد. ارزیابی ها فعلا در اسرائیل بر این هستش که حزب الله هنوز به طور قطعی تصمیم نگرفته که به چه اهدافی حمله بکنه و به چه میزانی موشک شلیک بکنه، اما مسیرهای احتمالی حمله رو همانطور که گفتم انتخاب کرده. در کنار اون در اسرائیل ارزیابی میشه که این موقعیت هم وجود داره که حمله ترکیبی که پیش از این هم حسن نصرالله و هم جمهوری اسلامی از اون دم زدن اصولا صورت نگیره و همزمان همه نیروهای نیابتی ایران به علاوه خود جمهوری اسلامی با هم به اسرائیل حمله بکنن و امکان داره که هر کدام از آنها واکنش‌های جدایی نشون بدن. حساب بازی وجود داره بین اسرائیل و حزب الله در رابطه با کشته شدن فؤاد شکر، رئیس ستاد نظامی حزب الله. یک حساب با حوثی‌ها اسرائیل داره در رابطه با حمله به بندر حدیده و همچنین یک حساب با جمهوری اسلامی در رابطه با کشته شدن اسماعیل هنیه. برای جزئیات بیشتر از این خبر همراه هستیم با همکارم احمد صمدی از برلین. احمد، با افزایش نگرانی ها از احتمال جنگی فراگیر در منطقه، حالا اروپایی ها نگران آثار این جنگ بر کشورهاشون و اقتصادهاشون هستند. حمله احتمالی به اسرائیل میتونه چه پیامدهایی برای اروپا داشته باشه؟ بله، خب البته اینو بعد اول بهش بسیار توجه بکنیم که این بار یک مقام اطلاعاتی داره در این خصوص گمان زنی میکنه و صحبت‌های خودش رو بر اساس تجربه و نوع کاری که پیش از این انجام داده ارائه میده و خب ما در برخی دیگر از تحلیل‌ها از نظر تحلیل‌های سیاسی ممکن استش که مطالب دیگه‌ای رو بشنویم در خصوص حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل و در خصوص وقوع اون. اما این بار آقای آگوست هانینگ تاکید داره که جنگ فراگیر در شرف وقوع هستش و میتونه که این جنگ بر آلمان بسیار تاثیرگذار باشه، به ویژه اینکه خب میتونه در زمینه وقوع اقدامات تروریستی در آلمان تاثیرگذار باشه این جنگ و عمدتاً هم میتونه از سوی عوامل مربوط به حزب الله لبنان صورت بگیره. در گفتگویی که با نشریه بیلد داشته آقای هانینگ معتقده که خب اگر آلمان هم وارد جنگ بشه و بخواد که به اسرائیل کمک بکنه، خب درخواستش مطرح شده از سوی شماری از احزاب و همچنین نمایندگان پارلمان، اون موقع باعث خواهد شد که نیروهای حزب الله لبنان که در آلمان زندگی میکنن و از پیش اهدافی رو تعیین کردن و شناسایی کردن میتونن به اون اهداف حملاتی رو انجام بدن و خب این اهداف و حملات هم عمدتا مربوط میشه به منافع اسرائیل و همچنین جامعه یهودیان. از طرف دیگه خب کارشناسان دیگه هم این موضوع رو بررسی کردن و نکته مهم در صحبت‌های کارشناسان این هستش که میتونه جنگی که رخ میده احتمالاً باعث بشه که منافع یهودیان و همچنین اسرائیل در سراسر دنیا و بیشتر در کشورهای اروپایی مورد حمله قرار بگیره و خب این نکته بسیار مهم هستش که در این خصوص بهش اشاره میشه. اما نکته بعدی هم مسئله مهاجرت هست و در این گزارش بهش اشاره میشه و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر اسرائیل با لبنان و با در واقع با حزب الله لبنان درگیر بشه و
حمله فراگیری به جنوب لبنان انجام بده، باعث خواهد شد که سیل مهاجرت از لبنان آغاز بشه و عمدتاً هم این مهاجرت ها به سمت کشورهای عربی خواهد بود و یا به سمت فرانسه، و این نکتهش بسیار قابل توجه هستش که اکثر لبنانی ها میتونن به فرانسه در کشورهای اروپایی مهاجرت بکنن و همین میتونه که موضوع چالش های امنیتی باشه هم برای فرانسه و هم برای کشورهای اروپایی. از نظر اقتصادی هم این موضوع بررسی شده و این اعتقاد در میان کارشناسان وجود داره که اگر جمهوری اسلامی با اسرائیل درگیر بشه، باعث افزایش هزینه ها خواهد شد، به ویژه اینکه در حوثی های یمن هم وارد بشن و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد بشن و این باعث خواهد شد که هزینه حمل بار، به ویژه اینکه از کانال سوئز هم عمدتاً کالاهای وارداتی به آلمان و کشورهای اروپایی انجام میشه، باعث خواهد شد که تورم به افزایش پیدا بکنه و همچنین تاثیرگذار باشه بر بازارهای مالی، کما اینکه الان هم در بازارهای مالی تاثیر خودش رو گذاشته و هر از گاهی شاهد اخبار سقوط بازارهای مالی رو ما میشنویم. تحلیل همین خبر همراه میشیم با افشین شاهی، استاد دانش روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن با ما. آقای شاهی، مجموعه خبرها رو همکارم گفت، به نظر میرسه که تحلیل ها به این سمت و سو میره که جمهوری اسلامی از حمله فوری و چند جانبه به اسرائیل منصرف شده. ارزیابی شما چیه؟ چیزی که میگذره گمان زنی ها در مورد واکنش احتمالی جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اما چیزی که بسیار روشن هست این هست که نظام عملا سنگ میان دو آسیاب شده، یعنی هر تصمیمی رو که اتخاذ بکنه در این شرایط میتونه تبعات بسیار جدی براش داشته باشه. به اصطلاح این گفتمان مقاومت که عملا موتور سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده در چند دهه گذشته، جمهوری اسلامی رو در این بنبست قرار داده که به شکلی ممانعت بکنه از فرسایش بازدارندگی خودش و اون وچه‌ای که به نظر میاد که داره مزمحل میشه حتی بین طرفدارانش در منطقه رو به شکلی حفظ بکنه. اما چالش اینجاست، شاید که جمهوری اسلامی از صدها هزار موشک و پهپاد بهره‌مند باشه، اما یکی از متزلزل‌ترین اقتصادهای منطقه رو داره. همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم، صنایع ایران شاید نزدیک به 5 میلیارد دلار سالانه دارن ضرر میکنن فقط و فقط به خاطر قطع شدن برق ها. و مهمتر از اون، همینطور که در ماه آوریل دیدیم، به رغم اون ژست اقتداری که جمهوری اسلامی میگیره، سیستم دفاعی بسیار ضعیفی داره و اگر که خب یک واکنش جدی از طرف اسرائیل صورت بگیره که به نظر میاد این اتفاق تقریبا اجتناب ناپذیره، میتونه تبعات بسیار جدی و شکننده‌ای برای جمهوری اسلامی داشته باشه. و فارغ از اون، همینطور که خودتون قبل از این مصاحبه هم بهش اشاره کردید، به نظر میاد که اختلاف نظرها هم درون ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه. اون اجماعی که به نظر میاد یا حداقل جمهوری اسلامی سعی میکرد که نشون بده بین فراکسیون‌های متفاوت قدرت در جمهوری اسلامی برای یک جواب دندان شکن علیه اسرائیل، به نظر میاد که وجود نداره و خب طبیعتاً این جمهوری اسلامی رو در یک بنبست قرار داده. اما خب تصویر من این هست که جمهوری اسلامی صرفاً برای ترمیم اون استراتژی بازدارندگیش دست به یک اقدامی میزنه، ولی خب با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره، با توجه به واکنشی که کشورهای منطقه نشون دادن، با توجه به واکنشی که عربستان سعودی و اردن نشون داده که به هیچ وجه حاضر نیستن که جمهوری اسلامی از حریم هوایی این کشورها استفاده بکنه برای حمله اسرائیل، به نظر میاد که این واکنش ها شاید سازگاری چندانی با اون رجسخانی هایی که رجال سیاسی و رجال امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته داشته باشن نداره. اما خب با در نظر گرفتن پیچیدگی های فعلی و عدم دسترسی ما به اطلاعات طبقه بندی شده، ما دقیقا نمیتونیم پیش بینی بکنیم که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. بدون شک موانع منطقی بسیار زیادی وجود داره،
که جمهوری اسلامی دست به این اقدام نزنه. ولی خب همینطور که در 45 سال گذشته در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیدیم، همیشه این منطق نبوده که در واقع تعیین کننده سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی بوده. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان خیلی خوش آمدید. حملات حزب الله همچنان ادامه داره. چقدر احتمال داره سطح تنش‌ها از این چه هست بالاتر بره و شاهد یک جنگ تمام عیار در منطقه باشیم؟ یعنی درگیری‌هایی که الان وجود داره نشون میده که در همون قاعده درگیری سابق باقی مونده، اگرچه یه مقداری از لحاظ کمیت اضافه شده، و این نشون میده که ممکنه تصمیم اساسی در مورد یک حمله گسترده از طریق لبنان به اسرائیل صورت نگیره و این مربوط میشه به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که بایستی در این زمینه تصمیم بگیره، که الان فضای تردید در جمهوری اسلامی وجود داره. همونطور که جمهوری اسلامی در مورد حمله به اسرائیل الان تنها مونده، حزب الله هم در لبنان تنها مونده. حتی مسیحیانی که هم پیمان در واقع حزب الله به حساب میان در امور سیاسی، الان در مورد این جنگ صدای آنها بلند شده و بخش دیگر مسیحیان که نیروهای لبنانی سمیر جعجع هستند، خواهان وحدت مسیحیان در برابر اون چه که حزب الله داره لبنان رو به ورطه جنگ میکشه. برخی مسیحیان هم خیلی علنا دارن الان انتقاد میکنن و محور مقاومت حزب الله رو محور افلاس نامیدن و محور ورشکستگی نامیدن، به این معنی که قرار بود که در این تابستون توریست بیاد، کار صورت بگیره، پول بیاد لبنان، اما به خاطر جنگ های حزب الله در واقع لبنان از این طریق حدود 2-3 میلیارد دلار ضرر دیده. آقای هاشمیان، گزارش وال استریت جورنال هم حائز اهمیت هست. به نقل از مقام های آمریکایی نوشته در واقع واشنگتن پیام های روشنی به ایران داده که دست به حمله بزرگ علیه اسرائیل نزنه. راجع به این مقاله چه فکر میکنید و فکر میکنید در نهایت واکنش ایران چه خواهد بود؟ ببینید، واکنش ایران الان نامشخصه. در واقع اون شعارهایی که قبلا مطرح کردن الان متوجه شدن که به هر حال فاصله تهران تا تل آویو 1850 کیلومتر و در اینجا موشک‌ها، پهپادها نیست که تعیین کننده است، بلکه نیروی هوایی هست و نیروی هوایی اسرائیل برتر از نیروی هوایی جمهوری اسلامی، همچنین شبکه‌های اطلاعاتی اسرائیل خیلی گسترده شده در ایران و ایران الان تنها مونده در میدان بعد از این نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی که فهمید هیچ کشوری با حمله به اسرائیل موافقت نمی‌کنه، حتی فضاش را هم در اختیار ایران قرار نمیده. در داخل ایران هم یک ملت خشمگین وجود داره با یک اقتصاد فروپاشیده و بنابراین تصمیم گیری در این مورد بسیار بسیار سخت شده برای جمهوری اسلامی و صحبت این نشریه و نشریات دیگه ممکنه درست باشه که جمهوری اسلامی از حمله به اسرائیل ممکنه عقب نشینی کنه. با هوشنگ حسنیوری، کارشناس مسائل نظامی همراه هستیم. آقای حسنیوری، اجازه بدین با پرتاب راکت از سوی حزب الله به اسرائیل صحبت رو شروع کنیم. خب تقریبا ما هر شب شاهد پرتاب راکت از سوی حزب الله به اسرائیل هستیم و اسرائیل هم واکنش نشون میده. آیا باید منتظر حملات شدیدتر از سوی حزب الله باشیم یا اینکه سطح تنش‌ها در همین اندازه باقی میمونه؟ درود بر شما و ملت دلاور ایران. ببینید، حزب الله در شرایط فعلی سعی میکنه با پرتاب این راکت ها شعله جنگ رو همچنان پابرجا نگه داره تا اینکه اون تصمیم نهایی رو که به دنبالش هست، یعنی اینکه بعد از رایزنی با سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای هر تصمیمی که گرفته بشه، در اون زمان هست که به اعتقاد من بایستی شاهد شدت حملات بیشتری از جانب حزب الله بر اسرائیل باشیم. هنوز به اون مرحله نرسیدن حزب الله‌ها، ولی به تدریج که پیش میره در زمان به امکان این که جمهوری اسلامی از طریق سپاه و شخص خامنه‌ای حزب الله رو مستقیم وارد این جنگ بکنن بسیار زیاده. بنابراین از نظر
بایستی دور نداشت. اونطوری که امروز حزب الله انجام میده صرفا ادامه کارهایی است که طی سالهای گذشته انجام داده و به خصوص با شدت کمی بیشتر از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر بیشتر شده. بنابراین بایستی دید که چه زمانی این مجموعه یعنی خامنه‌ای، سپاه و حسن نصرالله به این نتیجه برسن که بایستی حزب الله رو به طور جدی‌تر جلو انداخت. آقای حسنیاری، فکر میکنید که در صورت حملات گسترده به اسرائیل توسط جمهوری اسلامی یا حزب الله، اسرائیل در چه سطحی واکنش نشون بده؟ ببینید، آخرین حرفی که در این مورد زده شد حرفایی است که بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه امروز گفت و به خیلی روشن اعلام کرد که اسرائیل حاضر هست که در آن واحد با جمهوری اسلامی و همه گروه های تروریست جمهوری اسلامی برخورد بکنه. بنابراین به نظر من اون چیزی که میگذره هم در داخل اسرائیل و به خصوص با اعزام نیروها و تجهیزات بسیار گسترده تری از جانب آمریکا در منطقه شاهد اون برخوردی که احتمالاً نزدیک به 45 سال هست که جمهوری اسلامی از اون صحبت میکنه ولی هرگز موفق به انجامش نشده بشویم. به این معنا که جمهوری اسلامی همونطوری که گزارشگر شما از اسرائیل اشاره کردن به حمله ترکیبی دست بزنه و این میتونه شرایطی رو در این حال که شرایط ممکن هست برای اسرائیل سخت‌تر بشه ولی شرایطی رو به وجود میاره که ممکن هست یک بار برای همیشه خطر جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستش در منطقه از جانب آمریکا، اسرائیل و متحدین اونها در منطقه از بین بره. بنابراین این جنگ به اعتقاد من تعللی که جمهوری اسلامی در انجامش داره فعلا به همین دلیل هست که وحشت داره جمهوری اسلامی از ورود آمریکا به این جنگ، که ورود آمریکا به معنای آغاز پایان جمهوری اسلامی میتونه باشه. بنابراین اون چیزی که خمینی در گذشته سعی کرد از اون دوری به جوی، امروز خامنه‌ای سعی میکنه همون کار رو انجام بده، منتها از اونجایی که تحت فشارهای بسیار بسیار زیادی هم در داخل ایران و هم از جانب گروه‌های تروریستی مزدور جمهوری اسلامی بر خامنه‌ای و سپاه وارد میشه، اینها ناچار هستند که به شکلی حرکتی نظامی علیه اسرائیل انجام بدهند که در اون صورت به طور قطع وارد شرایط جدیدی خواهیم شد که در این شرایط جدید جمهوری اسلامی قادر به مدیریت این بحران نخواهد. ما هیچ مشکلی با یمن یا حوثی ها نداشتیم. ما هیچ مشکلی با لبنانی ها نداریم. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. اما متاسفانه رژیم ایران تروریسم رو همه جا به راه انداخته تا ایده هاش رو ترویج بده. من معتقدم میتونن یک حمله از ایران انجام بدن، مثل کاری که 14 آوریل با موشک کروز و پهپاد انجام دادن، یا میتونن همزمان از طریق عراق، حوثی‌ها، سوریه و لبنان حمله کنن. در هر دو صورت ما آماده ایم. ما از کشور اسرائیل دفاع خواهیم کرد. کشور اسرائیل کوچکه، به همین خاطر باید اهداف زیادی را به روش کارآمد بزنیم. و همونطور که در مورد توانایی‌های ما می‌دونین و نیروهای ائتلاف که آمریکا برای مقابله با تجاوزات جمهوری اسلامی فرستاده، من معتقدم با این اهداف مقابله می‌کنیم و بیشتر آنها را نابود می‌کنیم. ما هر کاری بتوانیم برای حفاظت از سرزمینمان انجام می‌دهیم و هر اقدامی بتوانیم انجام می‌دهیم تا غیر نظامیان هدف قرار نگیرند. ما امکانات زیادی برای مقابله با حملات داریم. این تنها گنبد آهنین نیست. لایه‌های زیادی هستند که آماده مقابله با حمله هستند. لایه‌های مثل F-35، F-15 و F-16 که من سالها با آن پرواز کردم. و لایه‌های دیگه. اگر تمام این لایه‌ها همه چیز را متوقف نکنند و ائتلاف آمریکا همه چیز را متوقف نکنه، ما پناهگاهامون رو داریم و شیوهی که برای محافظت از مردممون به کار میبریم. ما به حوثی‌ها در یمن که هم فاصله با ایران هستند رسیدیم. حمله اسرائیل در ایران را دیدیم.
این بار من معتقدم مثل قبل نخواهد بود. ما اینجا نمیشینیم که یکی بهمون حمله کنه به خاطر اینکه میگن ما کاری کردیم و مردم ما در خطر باشن. ما به راه‌های مختلف تلافی میکنیم. درسته که ایران از اسرائیل دوره و اسرائیل ابرقدرت نیست، ولی اسرائیل از خودش دفاع میکنه و اصل بزرگ دفاع حمله است. به نظر من مشکل ایران مشکل جهانه. وقتی جمهوری اسلامی در مسیر دریانوردی بین المللی خرابکاری میکنه، به خصوص در نزدیکی یمن، وقتی سلاح هسته‌ای درست میکنه، این مشکل جهانه و اگر جهان بخواد کاری بکنه باید با ایران مقابله کنه و جلوی حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل رو بگیره. ما نمیتونیم تمام مشکلات جهان رو حل کنیم. ما میتونیم از مردممون محافظت کنیم و این کاریه که ما انجام میدیم. امیدوارم باز فکر کنن. امیدوارم به غیر نظامیان حمله نکنن. من مردم ایران را نزدیکترین مردم به ما میبینم. خیلی شبیه ما هستن. حتی بیشتر از عرب‌هایی که اطراف ما هستن. همراهمشی مهمکرم بابک اساقی در تل‌آویو. بابک، گزارش‌ها در اسرائیل نشان می‌دهند که ممکنه حمله بزرگی که از طرف ایران قرار به صورت بگیره کاهش پیدا کنه، اما بیشتر احتمال داره که حزب الله لبنان به اسرائیل حمله بکنه. مقامات اسرائیلی در این رابطه چه می‌گویند؟ دقیقاً این که احتمال حمله حزب الله بسیار زیاد هستش و این به این معناست که این سازمان تصمیم خودش را در رابطه با زمان و چگونگی و میزان حمله گرفته، اما در رابطه با واکنش جمهوری اسلامی هنوز سوالاتی در رابطه با آمادگی جمهوری اسلامی برای ریسک حمله و پیامدهای اون به گفته مقامات اسرائیلی وجود داره. بدترین سناریو از دیدگاه ارتش اسرائیل یک نوع حمله ترکیبی هماهنگ و سریع هستش از سوی جمهوری اسلامی، لبنان، حوثی‌ها و حتی سازمان‌های شیعه در عراق و در سوریه. اما در حال حاضر مقامات امنیتی سیاسی همانطور که گفتی تخمین می‌زنند که احتمال این امر کم شده. مقامات امنیتی در اسرائیل صبح امروز گفتند که ما ارزیابی می‌کنیم که توانایی ارائه هشدار اولیه در مورد حمله هم از ایران و هم از حزب الله را داریم. ما تصویری نسبتاً واضحی از وضعیت در اختیار داریم، اما احتمال غافلگیری را نیز از نظر دور نمی‌داریم. در اسرائیل همچنین تلاش می‌کنند به شدت انتقام حزب الله هم تأثیر بذارند و پیام‌های مداوم و تهدیدهایی را در رابطه با آنچه که ممکن است بر سر کل لبنان بیاد اگر حزب الله پاسخ خودش را شدت ببخشه را ارسال میکنه. در میان این هشدارها اسرائیل خطاب به ایالات متحده پیامی فرستاده تا او را به دست حزب الله و لبنان برسونه که اگر حزب الله در این واکنشش به پایگاه‌ها در مرکز کشور شلیک بکنه و غیر نظامیان آسیب ببینن، بدون شک واکنش نامتناسبی اسرائیل نشان خواهد داد، واکنشی سخت که حتی ممکنه به یک جنگ تمام عیار هم کشیده بشه. در اسرائیل ارزیابی میشه که هنوز در حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی تصمیم کامل و نهایی در رابطه با حمله به اسرائیل اتخاذ نشده. اونها هنوز در حال بررسی ابعاد چگونگی و اهداف پاسخ هستند. اما در مورد جمهوری اسلامی در اسرائیل گفته میشه که این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که حمله گسترده ای از موشک ها و پاسخ را از این طریق کنار بذاره و به گونه ای دیگر واکنش نشون بده. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، یه موقع است شما میخواید امنیت زیرساخت و تاسیسات نظامی رو حفظ بکنید با نیروهای کارکشته و زبده. خب خیلی به نظر نسبتاً آسان‌تر میاد، ولی یه موقعی هستش که از شهروندان عادی یک دولت متخاصم استفاده میکنه مثل این موضوع و به نظر میاد کار خیلی پیچیده‌تر هست، چون همه الزاماً اون آمادگی‌ها و آموزش‌های کافی رو در زمینه‌های امنیتی ندارن. سلام به شما و بینندگان. بله، این مسئله‌ای که جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی برای به کار گرفتن هر عنصری، هر شهروندی در هر جای دنیا، حتی در آمریکا هم دیدیم که اونها در تکاپو هستن و میخوان از
از وضع و سادگی مردم سوء استفاده کنن. این خیلی عجیب هست برای هم اسرائیلی ها و هم کلن دنیای غربی که جمهوری اسلامی هیچ همه انرژیشو صرف این مسائل میکنه. ببینید اینجا چند مسئله هست. یکی این که ما در کانال 11 اسرائیل هم چند ساعت پیش در همین مورد بحث میکردیم وقتی این خبر پخش شد، که یکی این که واقعا در بعضی از این موارد، در بعضی از این گروه های تلگرام و چیزهایی که به وجود آوردن، حسابهایی که به وجود آوردن، آنچنان با به طور مستقیم به مردم مراجعه میکنن و ازشون درخواست میکنن که یک سری ماموریت براشون اجرا کنن، مثلا عکس برداری کنن یا بیان، حتی به وضوح میگن بیایید برای ما کار کنید، جاسوسی کنید. و این نشون میده که چقدر اعتماد به نفس عمال جمهوری اسلامی زیاد شده در این باره جاسوسی از طریق سایبری. و ما همینطور از نظر دیگه به یاد میاریم که چند ماه پیش یک عده از یهودیان مذهبی رو اینها میخواستن به کار بگیرن و از اونها استفاده کنن، چون بخش یهودی های مذهبی یکم کمتر درباره این طرز استفاده درست از تلفن، از اینترنت، اینا کمتر اطلاعات دارن. و یک مسئله که از همه مهمتره اینه که ببینید جمهوری اسلامی به هیچ وجه براش فرقی نداره. شما الان صحبت از منافع نظامی یا اهداف نظامی کردید، براشون هیچ فرقی نداره که این اهداف نظامی باشن، غیر نظامی باشه، یک مرکز خرید باشه، یک عده‌ای باشن، یک محله‌ای باشن. اینها میخوان در همه موردی اطلاعات جمع کنن، از همه جای عکس برداری کنن، که خب شاید یک روزی به کار بیاد. اگر ما مثلا الان این درگیری هست بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، اگر بخوان مثلا موشک رو هدایت کنن به سوی یک مرکز خرید، برای اونها هیچ فرقی نداره حالا پایگاه نظامی نباشه. برای اونها همونطور که حتی در سالهای 80 میلادی ولایتی گفته بود، که اون موقع وزیر خارجه بود، هر نوزاد اسرائیلی برای ما یک سربازه. پس برای اونها هیچ فرقی نمیکنه و این واقعا وحشتناکه که چقدر اینها میتونن بیرحم باشن، چقدر اینها میتونن به مردم عادی حتی حمله کنن، چه بمبگذاری، چه از راه دور و حتی از راه سایبری. آقای سبتی، شما برای دوره سخنگوی دولت اسرائیل هم بودید، اونجا هم ساکن هستید، مسائل ایران اسرائیل رو هم از نزدیک دنبال میکنید. از خودتون هم اینو میخوام بپرسم، چقدر محتمل میبینید اینکه تهران اصلا لغو کرده باشه پاسخی جدی به اسرائیل رو، یا فکر میکنید دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک حمله بزرگ؟ من شخصا و همینطور مؤسسه ما INSS و همینطور دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بر این عقیده هستن که این عکس العمل انجام خواهد شد. اون طور که اعلامیه‌های رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، ژنرال‌های سپاه و دیگران بودن، و من واقف هستم به این خبر بسیار بسیار مهم شما دیشب که رئیس جمهور پزشکیان رفته و خواسته یک مقدار این مسئله رو کوچکتر بکنه، رفته پیش رهبر و خواسته جلوگیری بکنه، شاید به یک منافعی مثلا فکر کرده، شاید بالاخره به فکر مردم ایران بوده، من نمیدونم والا. ولی در عکس العمل جمهوری اسلامی شکی نیست. اینجا الان ما هیچ علامتی نمیبینیم که اینها کنار بکشن و مسئله شده مثل اون ضرب المثل که دیر و زود داره، ولی مثل اینکه بالاخره خواهد اومد. ارتش اسرائیل بسیار آماده شده، همینطور مردمش هر چند ساعت یه بار مثلا در تلویزیون توضیح میدن که منتظر اعلامیه‌های رسمی باشید، از یک طرف به کار زندگی خودتون ادامه بدید، خرید دارید یا میخواید به جایی برای تفریح برید ادامه بدید، ولی از یک طرف یک مقدار هوشیارتر باشید. برای همین مردم اسرائیل در این دو سه روز آخر یکم احساس امنیت بیشتری میکنن، اطمینان بیشتری میکنن، و این وقت داد در واقع به اسرائیل برای آماده شدن. پس همه آماده هستن، ولی خب در این دو سه روز آینده ما باید ببینیم چطور میشه. درگیری جمهوری اسلامی و حزب الله با اسرائیل حتمیه. سوال اصلی این نیست که با هم درگیر میشن یا نه، سوال اصلی اینه که این درگیری تا کجا کشیده میشه. آیا ممکنه به یک جنگ کامل بین طرفین تبدیل بشه؟ اگر چنین جنگی رخ بده، چه بین حزب الله و اسرائیل و چه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی،
حتما نتیجه این جنگ بر سمت و سوی تحولات داخلی جمهوری اسلامی و سمت و سوی آینده خاورمیانه تأثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت. اما سناریوهای احتمالی پیش روی این درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل کدامند؟ سلام، من مراد ویسی هستم و امروز از سناریوهای پیش روی درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش با اسرائیل با شما صحبت خواهم کرد. اسرائیل و جمهوری اسلامی احتمالاً به سه شکل ممکنه با هم درگیر بشن. سناریوی اول احتمالاً شروع درگیری بین حزب الله و اسرائیل بدون حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیله. یعنی حزب الله حمله به اسرائیل رو شروع کنه ولی جمهوری اسلامی دخالت آشکار نکنه و فقط به حزب الله در مدیریت و فرماندهی جنگ کمک بکنه. سناریوی دوم، حمله مشترک و همزمان حزب الله، جمهوری اسلامی و حتی حوثی‌ها به اسرائیل. یعنی هر سه تاشون با هم و همزمان به اسرائیل حمله کنن. و سناریوی سوم اینی که اصلاً حزب الله و جمهوری اسلامی به رغم تهدیداتی که کردن در این مقطع زمانی به اسرائیل حمله نکنن، که به نظرم احتمالش خیلی خیلی کمه که اصلاً حمله نکنن، چون هم جمهوری اسلامی که هنیه تو خاکش کشته شده اعتبارش بیش از این پیش طرفداراش و گروه‌های نیابتیش زیر سوال میره اگه حمله نکنه، و هم حزب الله که حسن نصرالله رهبر این گروه همین هفته تأکید کرده که هم حزب الله و هم جمهوری اسلامی به کشتن هنیه در تهران و کشتن فؤاد شکر که یکی از فرماندهای ارشد شاخه نظامی حزب الله بوده حتما پاسخ میدن. بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله، بعد از ترور فرمانده شهید فؤاد شکر، حزب الله خود را موظف به پاسخ به اسرائیل میدونه. ایران هم پاسخ خواهد داد، حزب الله هم پاسخ خواهد داد. دشمن منتظر و نظاره میکنه و فکر میکنه که هر واکنش ما همون پاسخ واقعی ماست. به نظرم در بین این سناریو، در بین این سه تا سناریو، محتمل ترین سناریو به نظرم اینه که احتمالاً حمله با موج حملات انبوه موشکی و پهپادی حزب الله به مناطق وسیع از شمال اسرائیل شروع میشه و همزمان با آن احتمالاً نیروی هوافضای سپاه پاسداران با موشک‌های هایپرسونیک از جمله موشک فتای 2 که گفته شده ظرف 10 دقیقه به اسرائیل میرسن به اسرائیل حمله میکنن. شما تصویر شورای جهادی حزب الله شاخه فرماندهیشو دارید میبینید، جلوتر توضیح میدم. حزب الله برخلاف حماس از ذخایر موشکی گسترده‌ای برخورداره که از سال 2006 تا حالا که 18 سال از آخرین جنگ حزب الله و اسرائیل میگذره، جمهوری اسلامی از طریق برقرار کردن یه پل هوایی بین ایران و فرودگاه دمشق، حلب و لازقیه سوریه این موشک‌ها رو به حزب الله رسونده. به احتمال بسیار تاکتیک حمله با عملیات سه ماه پیش سپاه که همه موشک‌های بالستیک و پهپاد و موشک‌های کروز از خاک ایران شلیک شدن فرق میکنه. به نظر میرسه در این درگیری جدید وظیفه موج اول حمله به حملات انبوه موشکی و پهپادی به حزب الله سپرده میشه و موشک‌های دقیق‌تر و سریع‌تر از ایران شلیک خواهند شد. ممکنه تو این مرحله یا در مراحل بعد حوثی‌های یمن هم به دو شکل در عملیات حزب الله و جمهوری اسلامی شرکت کنند. یعنی هم موشک‌ها و پهپادهایی رو به سمت اسرائیل شلیک کنند که بخشی از توان پدافندی اسرائیل رو درگیر کنند، و هم از طرف دیگه با حمله پهپادی و موشکی به ناوشکن‌های آمریکایی حاضر در دریای سرخ بخشی از توان پدافندی اونها رو هم مشغول کنن که جمهوری اسلامی و حزب الله بتونن با این پوششی که حوثی‌ها میدن حملات بیشتر و سنگین‌تری به اسرائیل بکنن. اما اجازه بدید به این تصویر ساختار فرماندهی حزب الله یه نگاهی بکنیم، به ساختار فرماندهی حزب الله، اسرائیل، جمهوری اسلامی تو این درگیری‌ها یه نگاهی داشته باشیم. اینی که فرماندهای اصلی طرفین چه افرادی هستن و چه بخشایی از دفاع و حمله رو بر عهده دارن. تو طرف حزب الله همینطور که تو تصویر می‌بینید ساختار فرماندهی تحت کنترل خود حسن نصرالله است، ولی بخش عملیاتی زیر نظر شورای جهادی این گروهه که تصویر اعضاش رو هم میتونید ببینید. دوباره ریاست شورای جهادی حزب الله که در واقع شورای نظامی حزب الله است با هاشم صفی‌الدینه که پسرش رضا داماد قاسم سلیمانیه و شوهر زینب سلیمانیه و خیلی ارتباط قوی با جمهوری اسلامی، سپاه و نیروی قدس داره. در کنار این شورای جهادی همچنان که می‌بینید
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یعنی اسماعیل قانی قرار داره که به احتمال بسیار زیاد الان برای اداره اتاق عملیات مشترک با حزب الله باید تو لبنان باشه. قبلا تو جنگ 2006 حزب الله و اسرائیل که با هم جنگیدن، قاسم سلیمانی از طرف سپاه و عماد مغنی فرمانده بخش نظامی و امنیتی حزب الله این اتاق عملیات رو اداره می‌کردن. ولی بعد از اینی که مغنی در سال 2008 و سلیمانی در سال 2020 کشته شدن، اداره این اتاق عملیات با قانی و ابراهیم عقیله که اسم عملیاتیش تحسینه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله رو در عمل در اختیار داره و از فرمانده‌های قدیمی حزب الله است که در انفجار سفارت آمریکا در سال 1983 که 63 نفر در اون کشته شدن همراه عماد مغنیه بوده و آمریکا برای بازداشتش 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. یعنی این ابراهیم عقیل یه سابقه 40 ساله تو حزب الله داره. از طرف دیگه حالا با کشته شدن فؤاد شوق، نفر دوم شاخه نظامی حزب الله در هفته گذشته که تصویرش هم میتونید ببینید، افرادی مثل علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله و طلال حمیم که از فرمانده‌های بسیار قدیمی حزب الله است تو عملیات‌های روزهای آینده احتمالا هستن. این طلال حمیه آمریکا 7 میلیون دلار برای بازداشت اینم تعیین کرده. از طرف دیگه میتونیم ببینیم، از این عبور کنیم بریم جلوتر موارد دیگه ببینیم. در طرف اسرائیلی هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع گفتن کاملا آماده مقابله با حزب الله و جمهوری اسلامی هستن. ما به سوی پیروزی به کارمان ادامه می دهیم. من می دانم که شهروندان اسرائیل در آماده باش هستند. من از شما یک چیز می خواهم: صبر و خونسردی خود را حفظ کنید. ما هم آماده دفاع هستیم و هم آماده حمله. ما به دشمنان خود ضربه می زنیم و به همان اندازه آماده هستیم تا از خود دفاع کنیم. در ساختار فرماندهی اسرائیل بعد از نخست وزیر، وزیر دفاع قرار داره که الان جنرال یوآف گالانته که خودش از فرمانده‌های قدیمی ارتش اسرائیل و تمام مدارج نظامی رو یکی بعد دیگری طی کرده و علاوه بر این که به عنوان وزیر دفاع مقام مافوق ارتشه و مقام مافوق ستاد کل ارتشه، به عنوان یه نظامی کهنه‌کار هم خیلی در درون ارتش اسرائیل نظراتش اعتبار تخصصی داره. به نظر میرسه حسن نصرالله ممکنه لبنان رو به سمت پرداخت بهای سنگینی ببره. اونها نمیتونن تصور کنن که چه اتفاقی میتونه براشون بیفته. فکر کنم اگه اونها یه عکس از غزه بگیرن متوجه موضوع خواهند شد. ولی خب عقل همیشه کار نمیکنه. در درون ارتش اسرائیل هم اون بخشای اصلی که ساختار فرمانده جنگ با جمهوری اسلامی و حزب الله رو بر عهده دارن که تصویرش هم میتونیم ببینیم، رئیس ستاد ارتش هرتزی هالوی قرار داره، معاونین عملیات و اطلاعاتش، جانشینش و فرمانده‌های 4 تا جبهه اصلی اسرائیل هستن. خود هرتزی هالوی قبلا رئیس سایرت متکل بوده، یگان ویژه ستاد کل اسرائیل و همیشه با اسلحه جنگیش دیده میشه، آماده جنگ خودش هم. و به نظرم این وسط مهمترین فرمانده اسرائیلی بعد از خود فرمانده ارتش در درگیری و جنگ احتمالی با حزب الله و جمهوری اسلامی توی روزهای آینده ژنرال تامیرباره، فرمانده نیرو هوایی. نیرو هوایی هم در دفع حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی در دفعه قبل به عنوان سامانه دفاعی عمل کرد و همونطور که گالانت و نتانیاهو گفتن شاید این دفعه از نیروی هوایی اسرائیل خواسته بشه که همزمان با دفاع شروع به حمله به حزب الله و جمهوری اسلامی هم بکنه. و خب تکیه این نیرو هم به F-35 های رادار گریزش، به F-16 ها و بمب افکن های F-15 است که همشون هم آمریکایی هستند. ولی احتمالاً مهمترین فرماندهی که این روزا اسمش بیشتر شنیده خواهد شد، فرمانده جبهه شمالی اسرائیل که مسئول اصلی نبرد با حزب الله در مرزهای لبنان و اسرائیل تو ساختار فرماندهی تو اون تصویری که گفتم، فرماندهی این جبهه با جنرال اوری گوردینه که از فرمانده‌های با سابقه ارتش اسرائیل و منطقه جلیل رو در شمال فرماندهی میکنه و مسئول دفاع در برابر حملات حزب الله از جمله به حیفا خواهد بود. میبینید این تصویر رو یکیه که من فرمانده‌ها رو الان توضیح میدم. ضمن این که قرار باشه ارتش اسرائیل وارد مرزهای جنوبی لبنان بشه، این فرماندهی جبهه شمالی حوزه مسئولیتش است و لشکرای
تحت فرماندهیش این کار میکنن. در جبهه جنوبی اسرائیل هم که الان درگیر با حماس و اسرائیل، وظیفه درگیری با حوثی ها رو این جبهه جنوبی به عهده داره. فرمانده جنرال یارون فینکلمنه، فرمانده این قسمته که از فرمانده های سرشناس ارتش اسرائیل، و در نهایت هم فرمانده جبهه داخلی که وظیفه اون حفاظت از مردم در جریان جنگ، فرماندهیش با جنرال رافی میلوه. تو تصویر میتونید ببینید پناهگاه ها و احتیاجات مردم رو در طول جنگ اداره میکنه و زیر نظر این فرماندهیه. ضمن اینه که ارتش اسرائیل 6 تا زیردریایی کلاس دلفین هم داره که از آلمان خریداری کرده که قادرن با موشکای کروزشون که ساخت اسرائیلن در صورت بالا گرفتن درگیری و حملات جمهوری اسلامی حزب الله به زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی و شهری اسرائیل حملات متقابلی رو هم انجام بدن. نکته بعدی که میتونم خدمتتون بگم راجع به سنتکام، فرمانده نظامی ارشد آمریکا در خاورمیانه است و مقر منطقه‌اش در دوحه قطر. پیشبینی میشه نقش مهمی در دفاع از اسرائیل داشته باشه و وظیفه هماهنگی رو بر عهده خواهد داشت بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی و اروپایی. خود جنرال کوریلا که دارید تصویرش رو میبینید، فرمانده سنتکام، مثل دفعه قبل که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد، ستاد فرماندهیش رو در فلوریدای آمریکا ترک کرده، وارد منطقه شده و به احتمال بسیار مثل دفعه قبل وظیفه هماهنگی کلی دفاع رو در مقابل حملات جمهوری اسلامی حزب الله بر عهده خواهد گرفت. دفعه قبل هم که فرماندهی تمام هواپیماها و سامانه‌هایی رو که در مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی فعال بودن، همین جنرال کوریلا به عهده داشت و در مجموع به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی حدود 200 هواپیمای آمریکایی، بریتانیایی، اسرائیلی و اردنی در دفع حملات قبلی جمهوری اسلامی شرکت داشتن. پیش بینی من اینه که در این مرحله هم این کار رو بکنن. آمریکایی‌ها اومدن یه اسکادران هواپیمای F-18 رو به منطقه اعزام کردن، یه اسکادران F-22 هم در حال اعزامه، ضمن اینکه آمریکایی‌ها 12 تا ناوشکن رو در خلیج فارس، دریای عرب و دریای سرخ مستقر کردن که به موشک‌های کروز مجهزن و قراره از اسرائیل دفاع کنن. در خود دریای مدیترانه هم در نزدیکی آب‌های اسرائیل ناو هواپیمابر روزولت مستقر شده در نزدیکترین فاصله به اسرائیل و مثل بقیه ناوهای هواپیمابر 12 گانه آمریکا، علاوه بر اینکه با یه گروه رزمی شامل چند تا ناوچه و در بعضی از مواقع با یه زیردریایی اتمی همراه میشه، خودش هم بیش از 80 فروند هواپیما داره و مثل یک پایگاه مشترک دریایی، هوایی و زمینی عمل میکنه، چون یه گروه بزرگ چند هزار نفره تفنگدار هم همراهشه. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم گفته ما دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم، ولی از خودمون و از اسرائیلیا دفاع خواهیم کرد. وزارت دفاع به اقدامات خود برای کاهش تنش‌ها در منطقه و جلوگیری از تشدید مناقشات از سوی ایران، شرکا و نمایندگان این کشور ادامه می‌دهد. دیروز چندین نفر از سربازان آمریکایی در حمله موشکی به پایگاه هوایی عین‌الاسد در عراق زخمی شدند. شک نداشته باشید ایالات متحده حملات به نیروهای خودش در منطقه را تحمل نخواهد کرد. ما وضعیت نظامی خودمون را برای تقویت حفاظت از نیروهایمان و تقویت تعهد قوی خود به دفاع از اسرائیل و آمادگی برای پاسخ به هر شرایط اضطراری تنظیم کرده‌ایم. برای حفظ حضور گروه ضربتی، من دستور دادم ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن جایگزین ناو هواپیمابر تئودور روزولت در اواخر این ماه شود. من همچنین دستور دادم که تعداد بیشتری از رزمناوها و ناوشکن‌های مجهز به دفاع موشکی بالستیک به منطقه اعزام شوند و یک اسکادران دیگر از هواپیماهای جنگنده برای تقویت قابلیت‌های پشتیبانی هوایی دفاعی ما در خاورمیانه مستقر شود. این تغییر وضعیت به قابلیت‌های گسترده ما در منطقه اضافه می‌شود و ما آماده‌ایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مقابله با تهدیدات متغیری که متوجه امنیت، شرکا یا منافع ما می‌شود وارد عمل شویم. خب همطور که شنیدید لوید آستین گفت که قرار ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هم بیاد تو منطقه که اگه جنگ طول کشید جایگزین ناو هواپیمابر روزولت بشه. اینها به لحاظ زمانی دوره‌ای میچرخن، ناوای هواپیمابر آمریکا که هر کدومشون یک گروه ضربت هم
همراهشونه. اما در طرف جمهوری اسلامی که تصویر ساختار فرماندهیش رو الان خواهید دید، اداره درگیری و جنگ احتمالی تا حد زیادی در اختیار سپاس. فرماندهی عملیات در سطح بالا با این احتمال که ممکنه به جنگ کشیده بشه با سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که تصویرشو داریم میبینید، و سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی محسوب میشه. و در عملیات وعده صادق یک هم که 3 ماه پیش انجام شد، هر 2 نفر هم باقری هم رشید در اتاق عملیات بودن و به احتمال بسیار زیاد در این نوبت هم همینطور خواهد بود. اما نیروی اصلی در حمله هم احتمالاً نیروی حافظه سپاه پاسداران خواهد بود و نیروی قدس، که نیروی قدس از لبنان احتمالاً عمل خواهد کرد. موشک ها و پهباد ها زیر نظر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی حافظه هستند و انتظار میره که بیشترین تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در نبرد با اسرائیل استفاده کنه همین موشک ها و پهباد ها باشن که زیر نظر نیروی حافظان. فرمانده نیروی قدس هم همونطور که گفتم احتمالاً الان باید لبنان باشه تا هماهنگی با حزب الله و بقیه گروه‌های نیابتی رو انجام بده، چون احتمالاً بقیه گروه‌های نیابتی مثل هشت و شبیه و حوثی‌ها هم اونها هم در حمله در سطوح پایین‌تری نسبت به حزب الله شرکت خواهند کرد. بخش پدافندی هم در صورت حملات هوایی و موشکی اسرائیل بر عهده قرارگاه پدافندی خاتم الانبیا به فرماندهی قادر رحیم‌زاده از ارتش. من اینجا توضیح بدم قبل از اینکه بقیه صحبتام بکنم. در جمهوری اسلامی 3 تا قرارگاه خاتم الانبیا داریم که با هم اشتباه نشه. 1 قرارگاه خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی ایرانه که سرلشکر رشید فرمانداش عرض کردم. 1 قرارگاه خاتم الانبیا دیگه پدافندیه که همین که الان گفتم قادر رحیم‌زاده است. 1 قرارگاه خاتم الانبیا دیگه هم بخش اقتصادی سپاس. این فرماندهی که قادر رحیم‌زاده داره و قرارگاه پدافندی، این پدافندهای سپاه و ارتش رو زیر نظر فرماندهی خودش داره و باید ببینیم که در صورت حملات احتمالی اسرائیل چقدر میتونه از خودش کارایی نشون بده و در مقابل حملات اسرائیلینا، چون دفعه قبل که تحت فشار قرار گرفت زدن هواپیمای مسافربری اوکراینی رو انداختن پایین و 176 نفر بیگناه کشته شدن. این که درگیری به یک جنگ کامل کشیده بشه یا نه تا حد زیادی بستگی به حجم حملات حزب الله و جمهوری اسلامی داره و اینکه این حملات چقدر خسارت و تلفات در اسرائیل بر جای بگذاره و پاسخ اسرائیل به چنین حملاتی در چه سطحی باشه. ولی تردیدی نیست که بعد از این درگیری ها توازن قوای جدیدی بین جمهوری اسلامی، حزب الله و اسرائیل حتما به وجود میاد. از طرف دیگه در درون ایران همزمان با اون بحث‌های نظامی یه بحث‌های جدی بین مقامات ارشد در جریانه که در چه سطحی به اسرائیل حمله بکنن و این درگیری چقدر ممکنه گسترش پیدا بکنه. در روزهای گذشته مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه و بلاروس هم به تهران رفتن و گفته شده که پوتین رئیس جمهور روسیه به مقامات ارشد ایران هشدار داده که اگه حمله میکنین کنترل شده حمله کنین و به سمت جنگ نرین. فرمانده نیروی هوایی بلاروس هم به تهران رفته و بحث اینه که روسیه و بلاروس در حال تحویل سامانه‌های پدافندی قوی‌تر و پیشرفته‌تر به ایرانن، همطور که ایران در جنگ اوکراین به روسیه موشک و پهپاد داد. ولی از طرف دیگه در حالی که گفته میشه پزشکیان نگرانی‌هاشو در مورد ورود به جنگ با اسرائیل با علی خامنه‌ای در میان گذاشته و گفته که نریم به جنگ اینا، ولی به نظر نمیرسه که به نظرم پزشکیان در این مورد بتونه تأثیر خاصی بر تصمیم گیری های خامنه ای و سپاه بگذاره. ضمن اینه که در درون جامعه هم حالا این سوال پیش اومده که رئیس جمهور کجاست؟ چرا با مردم صحبتی نمیکنه؟ اونم در شرایطی که این درگیری میتونه بر آینده کشور، آینده مردم و حتی آینده خود پزشکیان و دولتش تأثیرات جدی بر جا بگذاره. ضمن اینه که در بین مردم هم انتقادات رو به افزایشه که در حالی که این همه مشکل داریم چرا مسئولین باید به فکر جنگ با اسرائیل باشن؟ ساعت 8 شب، نارمک، برق رفته، کار هر روزشه. اینجا هم داشت الان تصادف میشد، سر تا سر برق رفته.
بعد میگن میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، میگن ویرانه شود شهر تل آویو به زودی با این بیبرقی. تا ته خیابون این برم تا پایین مرگ بر خامنه‌ای. خب این درگیری اگر به جنگ کشیده بشه قطعا ما شاید یه خاورمیانه جدید خواهیم بود. به نظرم موقعیت اسرائیلیا تغییر خواهد کرد، موقعیت آمریکایی‌ها تغییر خواهد کرد، موقعیت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. در درون اسرائیل نتانیاهو به نظرم این رو داره محاسبه میکنه که اگر من بتونم تهدید حزب الله رو از بین ببرم، یه ضربه شدید به حزب الله بزنم، موقعیت خودم در درون اسرائیل تقویت میشه. بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل موقعیت نتانیاهو تضعیف شد، چون اسرائیل غافلگیر شده بود، سرویس‌های اطلاعاتی متعددش غافلگیر شده بودن، هم آمان اطلاعات نظامیش غافلگیر شده بود، هم شباک امنیت داخلی غافلگیر شده بود، هم موساد اطلاعات خارجی، و کلی کشته رو دست اسرائیل مونده بود و نتانیاهو دنبال این بود که این رو احیا بکنه، موقعیت رو. ولی خب خانواده های گروگانا بهش فشار می آوردن. از طرف دیگه الان حدود 100,000 نفر از شمال اسرائیل آواره شدن، دوست دارن برگردن به خونه هاشون. مجموع اینا باعث شده که نتانیاهو فکر کنه الان که دیگه کار حماس رو تا حد زیادی ساختیم و تضعیفش کردیم، اسماعیل هنیه رو کشتیم، محمد زی فرمانده شاخه نظامی رو کشتیم، مروان عیسی جانشین فرمانده نظامی رو کشتیم، 5 تا تیپ حماس رو در منطقه شمالی، در غزه، منطقه میانی، خان یونس و رفح از بین بردیم، الان میتونیم جنگ فرسایشی با حماس رو ادامه بدیم، ولی تمرکزمون رو بذاریم در حالی که شرایط آماده است، تو شرایط جنگی هستیم، بریم به جنگ حزب الله. و به نظرم در درون جامعه اسرائیل هم یه اجماع وجود داره، ارتش، اپوزیسیون، مردمی که در شمال اسرائیلن و دولت، که بریم در این شرایط شاخ حزب الله رو بشکنیم. و به نظرم در درون آمریکا هم بایدن هم اگرچه همش میگه، خودش میگه، آستین میگه، بلینکن میگه که دنبال جنگ نیستیم، دنبال گسترش جنگ نیستیم، ولی اگر اسرائیل بره به جنگ با حزب الله، بایدن مجبور ازش دفاع کنه. در آمریکا چه جمهوری خواها چه دموکرات ها اگر حمایت نکنن از اسرائیل، در انتخابات احتمالاً رأی زیادی رو از دست خواهند داد. بنابراین به رغم اینه که بایدن میگه ما دفاع میکنیم ولی دنبال جنگ نیستیم، به نظرم شرایط به هر سمتی بره اونها مجبورن پشت سر نتانیاهو بیستن، اگر جنگ با حزب الله باشه، اگر جنگ به جنگ با جمهوری اسلامی هم کشیده بشه که آمریکایی‌ها حتما به اون ورود خواهند کرد. و اسرائیل همیشه دنبال این بوده یه بار با حمایت آمریکا وارد جنگ با جمهوری اسلامی باشه. از اون طرف جمهوری اسلامی هم به نظرم در شرایطی قرار داره که اگر حمله نکنه اعتبارش از دست میره، اگر حمله بکنه ممکنه وارد یک جنگ گسترده بشه، اگر وارد جنگ گسترده بشه احتمالش هست که به بقای حکومت آسیب بزنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی برتریش در این بود که گروه های نیابتیش با اسرائیل بجنگن و خودش با اسرائیل درگیر نشه، در حالی که اسرائیل و نتانیاهو دارن جنگ رو میکشن به حوزه کلاسیک، جایی که برتری با اسرائیله، یعنی نیروی هوایی، جنگ کلاسیک. جمهوری اسلامی مزیتش در گروه های نیابتیش بود، الان اگر کشیده بشه به جنگ به احتمال زیاد این مزیت رو از دست خواهد داد و جمهوری اسلامی مونده آچمز شده، چه بره به درگیری چه نره به درگیری، در شرایطی قرار گرفته که در هر دو حالت یک چیزهایی رو از دست خواهد داد. اما برای مردم ایران، مردم ایران در شرایطی که منتقد حکومتن، حرف اصلیشون این که چرا ما باید بریم جنگ؟ مشکلات داخلی رو حکومت نمیتونه حل بکنه، چرا باید بریم جنگ که این جنگ ممکنه خرابی و تلفات و خسارات جدی داشته باشه و حتما اگر جنگ بشه به زیرساخت‌های کشور آسیب وارد میشه. امیدوارم که این جنگ از ایران دور باشه،
امیدوارم کشور ایران و مردم ایران شاهد جنگ نباشن، اگرچه با این سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی خیلی امیدی به این ندارم. شب و روز شما خوش.